أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. امیر بیان، محور حق، قرآن ناطق، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن اوصیکم عباد الله به تقوى الله فَإِنَّ الزِّمَامُ وَالْقِوَامُ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَائِقِهَا وَاَعْتَسِمُوا بِحَقَائِقِهَا. عبارت بسیار ارزشمند و جامع در واقع تفسیر بخشی از قرآن عظیم الشان وجود نازنین مولای من فرمودند بندگان خدا شما را به تقوای خدا سفارش می کنم زیرا تقوا مهار است. وقت وسیله ای را استفاده می کنیم چه در فضای آسمان ها چه در زمین چه در دریاها اون چیزی که او را هدایت می کند و به هدف می رساند همون وسیله ایست که فرمان را اجرا می کند. مهار و در واقع زمام است. حضرت فرمود تقوا به منزله مهار است. و چیز دیگری که در حوادث ما خیلی به اون نیاز داریم پشتوانی و تکیه‌گاه است. حضرت فرمودن علاوه بر آن تقوا تکیه‌گاه انسان است. انسان با تقوا در زندگی بر اساس یک آرامش و یک عظمت و یک دل بیغم و آسوده در حرکت است. فرمود پناهگاه است و توشه است. فرمودن بندهای محکم این دستگیره را بچسبید. هیچ وسیله و هیچ دستگیره بالاتر از تقوا نیست. و به حقایق آن چنگ بزنید. امید است که هممان به این سفارش خداوند
پیامبر و ائمه معصومین بیش از پیش توجه داشته باشیم و نصف العین برنامه های زندگی من قرار بدیم. خطبه اول بحث کوتاهی درباره امت که از منظر قرآن در هفته های گذشته آغاز کردیم عرایض را تقدیم میکنم. در خطبه دوم مناسبت مهم در آستانه ماه مبارک رجب قرار داریم، تذکرات ولو کوتاه به این مناسبت در محضر عزیزان دارم. مسائل اجتماعی گوشه های از مشکلاتی که هست و راهکارهایی که وجود داره با اونها هم خواهیم پرداخت و سفری زیارتی و احوالگیری از مؤمنین ولایت غزنین و ولسواله های مختلف اونجا داشتیم که امروز الحمدلله توفیق زیارت شما نصیب من شد. بسیار کوتاه از نکاتی که لازم است مؤمنین در سراسر کشور و در جای جای این سرزمین در تعامل و در جریان باشند، از این سفر و از لوازمی که لازم است در این برنامه ها دنبال کنیم خدمتتان عرض خواهم کرد. یکی از عبارات که در قرآن برای معرفی ما مسلمان ها استفاده شده عبارت امت است: کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستین که در روی زمین قدم گذاشتن. پیامبران متعدد و امتهای فراوان در تاریخ اسلام و در تاریخ انبیا آمدن و رفتن، اما اسلام ویژگی هایی دارد. پیامبرش آخرین پیامبر است. حضرت ختم مرتبت حضرت محمد آخرین فرستاده الهی است. درست است به آخرین منجی باور داریم که اونم از آدرس قرآن است، اما آخرین پیامبر پیامبر اسلام است. می‌فرماید این امت بهترین امت است در بین امتها. در جای دیگر این امت را امت وسط معرفی کرده: کنتم و کذالک جعلناکم امتا وسطا. بحثی را که دنبال میکردیم این بود که چطوری این امت بهترین امت است. آیا صرف این که در زمان پیامبر یا بعد از بعثت پیامبر که معتقد هستیم و درازای زمان و پهنای زمین این اعتقاد جریان داره، صرف قرار گرفتنی در این مرحله ای امت را امت برتر قرار میدهد؟ یقینا اینطوری نیست، و الا به تعبیر معروف سر از جبر در میارد. اینه که یک گروهی، یک انسانی، یک جماعتی در زمان یک پیغمبر قرار بگیره او عقب باشه، به اینه که در زمان پیامبر و بعد از بعثت پیامبر قرار بگیره این امت امت برتر باشد، این جبر است. دقیقاً به یک موضوع مهمتر اشاره می کند. این پیامبر با بقیه انبیا از هر جهت متفاوت است. در تلاش و کوشش بی نظیر است. ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو. هیچ پیامبری به اندازه من رنج ندید. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضین. این پیامبر عظمتش در تلاشش است، در اخلاقش است. انک لعلی خلق عظیم. در سعه صدرش است. الم نشرح لک صدرک. پس این امت زمان امت برتر است که در مسیر
راهنمایی ها و تخلق این پیامبر و ایده ها و برنامه های این پیامبر حرکت کند. اگر کسی در مسیر حرکت اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، در مسیر زندگی همراه با پیامبر نباشد، مثل آن است که نبوت او را نپذیرفته. ما امروز خیلی آدم داریم مثل ما در همین برهه از زمان زندگی میکنه، اما مسلمان نیست. من یکی دو تا شاخصه عرض کنم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن بشر هذه الامه بالثناء و دین و رفعه و نصر و تمکین فی الارض. پنج نکته بسیار محوری وجود نازنین پیامبر اشاره کردن. فرمودن بشارت باد این امت را، بشر هذه الامه. یک، به ارجمندی. دو، به دینداری. سه، به سربلندی. چهار، پیروزی. پنج، قدرت گرفتن در سراسر زمین. و تمکین فی الارض. این امت صلاحیت داره به این مراحل برسد، امت ارجمند باشد، امت سربلند باشد، امت پیروز باشد، امت قدرتمند و صاحب زمین باشد. خب چه راههایی را باید بپیماییم تا یک امت سربلند باشیم؟ وقتی آدم فرزند را خدا نصیبش میکنه میخواهد ارجمند باشد، باید راههای رشدی او را فراهم بکنه. یک حکومتی، یک قدرتی اگر قرار است سربلند و ارجمند باشد، باید زمینهای سربلندی را به وجود بیاورد. نمیشود یک تربیت شونده، یک متربی سربلندتر از دیگرا باشد، بالاتر از دیگرا باشد، اصول تربیت را نپذیرد. نظم، تلاش، امتحان، آزمون بر اساس لیاقتها بها دادن، اینها وسیله سربلندی یک انسان و یک پرورش خواه و متربی را فراهم می کند. ما یک امتی هستیم، اگر به دستورات پیامبر عمل کردیم سربلند می شیم. اختلاف، پیغمبر ما فرموده، زمینه ذلت را فراهم می کند. طمع، به چشم بستن به دیگران زمینه ذلت را فراهم می کند. کوچک فکر کردن، محدود فکر کردن، به زمان خود وابسته بودن، امروز را دیدن، آینده را ندیدن، اینها زمینه های ذلت یک امت را فراهم می کند. اگر پیامبر می فرماید بشارت باد این امت را به این نکاتی که ذکر شد، باید زمینه او را فراهم بکنیم. چگونه زمینه او فراهم می شود؟ یکی از راه های فراهم شدن زمینه امت برتر این است که خودمان را به اسباب برتری مجهز بکنیم. خدا می فرماید و اعد لهم ما استطعتم من قوه، همه امکانات را برای مبارزه با مخالفینتان فراهم کنید. ما امروز یک امت سربلند اما متاسفانه نیازمند. در بعد اقتصادی، در بعد دولتداری، در بعد تربیت، در بعد درمان، در بعد صنعت، با این وضعیت سربلندی سخت است. بیاییم با یک عمق، با یک بصیرت به دستورات دین مقدس اسلام نگاه کنیم. اینی که شعار بدیم
ما امت برتریم که یقیناً ظرفیت برتری را داریم، نمیتوانیم برتر باشیم. اگر وحدت، اگر همدلی، اگر احترام متقابل که سیره پیامبر بود، اگر آموزش و دانایی و یادگیری، اگر تحمل و همپذیری، اینها ملاک حرکت اجتماعی ایمان باشه، یقیناً این امت امت برتر است. به حمد الله و المنه ما در لابلای اعتقاداتمان و نمونه‌های از این عزت و سربلندی راه پیدا کردیم و امیدواریم که بتوانیم با این حرکت و با این بیداری و بصیرت همه امت اسلام را و همه ساکنین کشورهای اسلامی و همه ساکنین زمین را به این مسیر دعوت کنیم. پیغمبر فرمود و نصر و تمکین فی الارض، یک روز این زمین در اختیار امت اصیل و بیدار پیامبر قرار میگیره. یکی از اینها همین مسئله انتظار است، مسئله انتظاری که در روایات و در دعاها وقت دقت میکنیم میفرمایند منتظران واقعی گویا یک پدر دارن و یک مادر دارن، که ان اباهم واحد و امهم واحده. نکته دیگر درباره بهتر شدن و بالاتر شدن این امت فرمود خیر امتی، بهترین های امت من کیا هستن؟ من هدم شبابه فی طاعت الله، اون گروهی هستن و اون جماعتی هستن که جوانیشان را در راه بندگی و عبادت و پرستش و عبودیت سپری کردن. از لذات، از گناهان، از شهوات فاصله گرفتن. و فتم نفسه عن لذات دنیا، از گناه و معصیت و ظلم و اسارت هوای نفس فاصله گرفت. پس اگر یک زمینه ای را فراهم بکنیم، زمینه عبادت، بندگی، شور، نشاط، عشق، این امت زمینه برتری را پیدا کرده، راه مبارزه با گناه. گاگای در نقاط از این سرزمین انسان صحنه هایی را میبینه، الحمدلله امیدوار میشه. در مسجد در غزنی در محل نماز جمعه ظهر شرکت کردم، الحمدلله صفوف نمازگزاران باعث عزت بود، بیش از 80% نمازگزاران جوانان. وقتی به جاغوری رفتم، در مصلای جاغوری برنامه و محفلی و مجلسی بود، سیل جمعیت جوان را دیدم. خیلی از جوانانی که در این شهر و در این ولایت محصل بودن اونجا اظهار محبت کردن. حضور جوانان، اون هم با بیداری، اون هم با هدف، در دانشگاه ها، در مراکز تحصیلات عالی، در مراکز تخصص، اینها زمینه سربلندی اسلام و امت اسلام را فراهم میکنند. ما بیاییم راه های عزت را پیدا کنیم، راه های برتری را پیدا بکنیم. وقت این خطبه ایجاب نمیکنم من بیش از این در این وادی تأمل بکنم و بیشتر مطرح بکنم، فقط عبارتی را عرض بکنم. امتی هذه امه مرحومه، امت من همین امت، امت است که مورد رحمت و در سایه رحمت الهی است. ما این سایه رحمت را در تاریخمان مشاهده کردیم. امروز الحمدلله سربلندی، استقامت، پایداری و باوری که به این را نمایا داشتیم باعث پایداری ما، باعث شناخته شدن ما، باعث
عزت ما شد اگر به عقایدمان و باورهامان و دستورات قرآن و پیامبر و ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین بیشتر دقت کنیم و بیشتر عمل کنیم، یقیناً زمینهای سربلندی و افتخار و عزت را بیشتر نصیبمان کرده ایم. یکی از فرمولها استقامت است، حضور است. اسباب عزت را وقتی در روایات می شمارند، یکی از اسباب عزت این است که انسان با خوبان رفاقت داشته باشد. یکی از اسباب عزت این است که در نمازها به جماعت حضور پیدا بکند. و یکی از اسباب سعادت این است که زندگی و درآمد در شهر خودش باشد. باید این مقوله را دنبال کنیم. نماز جمعه این مظهر بیداری از یک طرف دستور است، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، روز جمعه بیاییم در این ذکر الهی حضور پیدا کنیم. اما بعد از ادای نماز جمعه اذا قضیت الصلاة، وقت نماز به پایان رسید، فانتشروا فی الارض، حرکت کنیم در شهرها، برین دنبال پیشرفت، برین دنبال درآمد، برین دنبال آبادی. اینطوری نیست که همش با الفاظ ما این عزت را دنبال بکنیم. یک وسعتی می طلبد، یک جهانبینی کلانی لازم دارد، یک دید همه جانبه لازم دارد. ما باید به همه نیازهای جامعه توجه داشته باشیم. قرار بر این است که اینجا بیاییم اون خطوط اصلی را بشناسیم، راه های حرکت زن و مرد و دختر و پسر و پزشک و سیاستمدار و معلم و اقشار ملت را در اینجا مشخص کنیم. در مقابل توطئه ها، در مقابل دسیسه ها، جامعه و خودمان را آماده کنیم. اینها راه های رسیدن به عزت است. هر ظرفیتی را باید اونگونه ای که است از او استفاده بکنیم. این امت با این راهنمایی ها و با این وسائلی که در اختیارش هست میتواند امت برتر باشد. و انشالله با اعتقاد که دارین و این افتخار که انشالله همه بشریت و همه مسلمین بیشتر به این مقوله توجه کنند، اون بحث انتظار و بحث نجات و جهانی شدن اسلام، یعنی با روی کرده به جامعه برتر و بهتر که انشالله انتظار بالاترین وسیله اون جایگاه و اون عزت و اون باور هست، بتوانیم گام های مؤثرتر را در این باور برداریم. خدایا فرج آخرین منجی بشریت معجل بگردان، ما را از منتظران واقعی اون حضرت محسوب بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد
و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح. ائمه المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. اولین نکته ای را که به عرض می رسانم در آستانه ماه مبارک رجب قرار داریم. این ماه ویژه، این ماه استثنایی که به تعبیری و به یک دقت اگر بخواهیم این ماه را معرفی بکنیم، ظرفیت ورود به مهمانی خداوند از لحظات و از ساعات این ماه با عظمت آغاز می شود و شروع می شود. ماهی که در روایاتمان این گونه معرفی شده، ماه ریزش رحمت، رجب الاسب. حالا درسته در بعضی عبارت ها می گویند رجب نهریست در بهشت، اما مفهوم این عبارت این است که این ماه ماه ریزش رحمت است. در روایات داریم فردای قیامت در اون صحرای هراسان و فضای اکبر منادی ندا می‌دهد سه گروه آزادگانم، زائرین حرم آقا امام حسین علیه السلام، زائرین حرم امام رؤوف علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا. در یکی از عبارت ها این است: عین الرجبیون، کجایند اونهایی که ماه رجب عبادت کردند؟ خیلی فرصت طلایی است، مخصوصا دعاهایی که در ماه رجب است، زیارتنامه‌ای که در ماه رجب وارد شده و زیاراتی که در ماه رجب وارد شده. انشالله با مراجعه به کتب ادعیه، مخصوصا در شرایط فعلی با استفاده از ابزاری که در فضای مجازی هست، انشالله با برکات ماه رجب آشنا شویم. مخصوصا که این ماه خیلی زیبایی ها داره، ولادت حضرت باقر علیه السلام که در آغاز و در قره ماه رجب قرار گرفته، روز دوشنبهی که پیشی رو داریم، ولادت تنها انسانی که در خانه خدا به دنیا آمد و به احترام این مولود دیوار خانه شکافته شد و بعد از ورود اون مادر با اون عظمت اون دیوار به هم آمد، حتی با همه سعی و تلاش در باز نشد. بعد از زمان معین از اون جایی که وارد شده بود از اونجا بیرون آمد. 13 رجب که انشالله آماده میشیم برای تجلیل و تکریم این مولود و این مناسبت. غرضم این بود که تذکر بدم مخصوصا دعاهای ماه رجب، الحق و الانصاف. جمعه اول ماه رجب، لیلت الرقائب، که انشالله همه اینها ظرفیت های کلانیست. من پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد خجسته و بابرکت حضرت باقر علیه السلام را، شخصیتی که پیامبر و جابر با اون عظمت میفرماید سلام مرا به یکی از فرزندانم برسان که او شکافنده علم است. انشالله ایدی همه ما و شما امنیت جهان اسلام، رفع مشکلات، نزول برکات باشد. پیشا پیش به همه ارادتمندان به این آستان این مناسبت ها را تبریک عرض میکنم. نکته دوم، روز شنبه اول هفته ای که امروز آخر روز هفته است، توفیق سفر و زیارت به ولایت غزنین نصیبم شد. طبق یک برنامه و در واقع کاری که داشتیم بر خودمان لازم دانستیم، از مؤمنین، از دوستداران اهل بیت علیهم السلام، از برادران و خواهرانی که در اون ولایت
با ویژگی های خاص قرار داشتن سر بزنیم. البته سفر خوبی های فراوانی دارد. اون چرا که لازم میدانم عرض بکنم اینه که الحمدلله امنیت وجود داره. خب سال هاست ما از باب وظیفه باید به ولایات مختلف سر بزنیم، دایکندی، بامیان، فرا، غور، از جمله غزنین، سایر ولایات، بدخشان، مع الاسف ناامنی ها و نابسامانی ها این وظیفه را به تأخیر انداخت. امیدواریم در کنار امنیت مسائل دیگری هم که جامعه ما نیاز دارد اونا هم تأمین شود تا ما بیشتر بتوانیم در این کشور به احوال همدیگه برسیم و به مشکلات همدیگه برسیم و در جریان امور قرار بگیریم. با همه فراز و فرودها زیبایی هایی را در این ولایت و در شهرهای مختلف این ولایت دیدیم. اگرچه انسان وقتی به صحنه حزن و تأثیر برمیخوره، چون این کشور حکم مادر ما را داره، حب الوطن من الایمان، نقطه نقطه این کشور پیش ما محترم است. ما وظیفه داریم برای حل مشکلات جای جای این وطن برنامه داشته باشیم. هر جا رفتم اونجا اگر تحصیل بود، اگر مکتب بود، اگر دانشگاه بود، اگر درس بود، آثار آبادی بود. اگر مکتب خوبی نبود، اگر تربیتگاه خوبی نبود، آثار ویرانی، آثار خرابی، آثار فقر از همه ابعاد محسوس بود. وقتی آدم میبینه در یک جا یک مکتب زیبا است، آراسته در دیوار، پنجره، ساختمان، طبعا بچه هایی که در اون محیط است اینها سرحالند، با نشاطند، با روحیه هستند. هر جا که مکتبی نیست، آموزشگاهی نیست، میبینی بهداشت نیست، آرامش نیست، نشاط نیست. گاهی آدم در یک ولسوالی کوچیک میره، میبینه نه، آثار تمدن است. اون چرا که ما برای پیشرفتمان، برای زندگیمان نیاز داریم. خب ما ساختمان نیاز داریم، ما گرما لازم داریم، ما در فصل گرما نیاز به سرما و خنکی داریم. خب نیاز به بسترهای مناسب کاری لازم داریم. تمدن یک جامعه همین هاست. وقتی ببینیم تحصیلات بالاست، این ها هست. من جاده های مختلف را سپری کردم، برف شدید و الحمدلله برکت الهی هم باریده بود. بعضی جاها دیدم سرک ها در حال کار، گفتن اینا خود خلاصه مردم دست به کار شدن، کارهای بزرگ، حوزه ها، مکاتب، همونی که دستور دین است، دستور اهل بیت علیهم السلام است. درست است دشمن دنبال ورود در همه عرصه‌های کار و زندگی ما است. یقینا از فضایی که به وجود آمده دیگران هم حتما تلاش کردن سم ببرن، اما الحمدلله دوستداران ائمه معصومین علیهم السلام خوب روش کردن با حضورشان، با استفاده از خلاصه باورهاشان، با ظرافت و لطافتی که در زندگی داشتن، ما آثار زنده بودن، پیشرفت، ترقی در جای جای این ولایت، مخصوصا در دارالمؤمنین جاغوری، در حوزه علمیه کهن مرحوم آیت الله وحیدی، در هدقل که 61 سال قبل توسط یک عالم بیدار و آشنای به زمان در اونجا تأسیس شد که به تعبیر و به گزارشی که دوستان ما دادن حضرت آیت الله محسنی رضوان الله تعالی علیه که افتخار
اسلام و افتخار این مملکت و این سرزمین بود، رحمت خدا بر اون عالم و همینطور حضرت آیت الله فیاض حفظه الله، این مرجع جهانی، این استوانه بزرگ حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه کهن نجف اشرف، یکی از تربیت شده های اون مدرسه بوده که 60-81 سال قبل توسط یک عالم و یک آگاه اونجا بنیانگذاری شده. سفر ما در راستای خبرگیری و حمایت حوزه های علمیه و سنگرهای عزت و بیداری، مساجد و مصلاها بود. الحمدلله در فضای امروزی و در امنیت و در شرایط موجود جامعه ولایی ما الحمدلله به زیبایی کار میکنن و میدرخشن. امیدواریم که روز به روز این پایداری و این سربلندی زمینه های بیشتر مؤثر بودن ما را فراهم کند. ما برای بیداری کشور و آبادی کشور هم طرح داریم و هم اخلاص داریم و هم استعداد و ظرفیت کار داریم. خواستم سلام اون عزیزان را به شما مؤمنین برسانم. نکته آخر، و قبل از اونی که من نکته آخر را در قالب یک صحبت عرض بکنم، یقینا مشکلات امروز سراغ جامعه ما آمده و مردم ما، نظام و حکومت با این مشکلات سر و کار دارن. یقینا اینها هم مثل خیلی از مشکلات دیگه انشالله قابل حل است. با صبر، با دلسوزی، با تکیه به خدا، با تکیه به مسلمین، با تکیه به آحاد این ملت، با مهربانی، اینها قابل حل است. مشکلاتی را که امروز واقعا فشار است، اینها را باید با دلسوزی خودمان حل بکنیم. کسی دیگر دلش به ما نمی سوزه. اگر خود ما برای رفع مشکلاتمان کار نکنیم، حکومت، مردم با حمایت همدیگر، پشت همدیگر نگیریم، دیگران نمی آین، هیچ کشوری و هیچ جامعه بیش از ما دلش به ما نمی سوزه. در صحبتی که سرپرست وزارت امور خارجه داشت، نکته ای را اشاره کرد، گفت که به ملت افغانستان اطمینان داده می شود که رهبری امارت اسلامی برای ایجاد حکومت فراگیر، که یقینا حکومت فراگیر زمینه امنیت بیشتر و پیشرفت بیشتر و ترقی بیشتر را فراهم میکنه. مسائل حقوق بشری که مسئله بسیار مهم است، مخصوصا حقوق بانوان که مسئله بسیار مهم است. عرض کردم حضرت آیت الله سیستانی فرمودن همه نخبگان، همه دانشمندان دنیا، همه خلاصه اهل خرد باید در رابطه با ظلمی که به جامعه اسلامی افغانستان شد، مخصوصا به خواهران، جدی احساس وظیفه و تکلیف کنند. اینه که از آدرس امارت اسلامی این مطلب گفته می شود، ما ایره به فال نیک می گیریم، مخصوصا به ویژه حقوق بانوان کار می کند. امیدواریم که این کارها و این رایزنی ها که انشالله شروع شده و خواست مردم هم همین است، حقیقت هم همین است، انشالله اینها به نتیجه برسه و به ثمر برسه. آخرین نکته ای را که عرض میکنم، ما یک جامعه هستیم، مثل همه جوامع داریم زندگی میکنیم. راه بیرون رفت ما از این وضعیت خوب زندگی کردن ماست. ما اگر زندگی همان خوب شد، از خانواده که آغاز یک حرکت اجتماعی است، از یک عروس و داماد بگیریم تا یک حکومت، تا یک اداره، تا یک دانشگاه، تا یک حوزه، فرق نمی کنه. خب اینها نهادهای مختلفه، از یک زن و شوهر شروع میشه تا میره در قالب یک کشور، در قالب یک امت ظهور میکنه. ما باید زندگیمان را
با اصول با مقررات تنظیم میکنیم، هر چی زندگی بهتر شد برکت بیشتر میشه. شما ببینید اگر عروس و داماد زندگیشان با مقررات شروع بشه، با حرمت شروع بشه، برکاتش روز به روز زیاد میشه. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فی وصیته لابنه الحسن، آقا امیرالمومنین به فرزندشان امام مجتبی فرمود لا یکن اهلک اشق الخلق بک، فرمود فرزندم میوه دلم، فرزند بزرگش فرمودن مبادا خانواده‌ات به سبب رفتار تو بدترین مردمان باشند. شقی و شقیتر از مفاهیمی است که همه ما توجه داریم. حضرت فرمود گاهی رفتار تو باعث می شود خانوادت شقی بشه. سختگیری، بی‌پروایی، بی‌موالاتی، بی‌محبتی، خانواده باید کانون محبت باشه، کانون آرامش باشه. همه سختی ها را وقتی انسان مواجه می شود وقتی بیاید به خانه باید اونجای مشکلات حل بشود. اگر خانواده کانون خشونت باشه، بیرحمی باشه، بیتوجهی باشه، ما نمیتونیم فرزند صالح تبدیل جامعه بدیم. فرمودن مرد به سه چیز در خانه نیاز داره. همین عبارت را عرض میکنم و خطبه دوم تمام کنم. ان المرء یحتاج فی منزله و عیاله الى ثلاث، هر آدمی در خانه و در زندگی و در محیط که اونجا با دیگران مشترک کار میکنه، فرمود به سه چیز نیاز دارد ولو براش سخت باشه. بعضی چیزها رو آدم طبعا دوست نداره، فرمود یتکلفها، باید اینها رو بپذیره. و این لم یکن فی طبعه، ولو خوشش نیاید. اینا چیزی نیست که دست ما باشه، اینا دین گفته، اینا را عقل گفته، خدا گفته، باید اینا را رعایت بکنیم و الا نمیشه. من ستاش عرض بکنم. یک معاشرتون جمیله، فرمود یکی از اینها این است که انسان خوشرفتار باشد. فرق نمیکنه کی باشه، مرد خانواده، زن خانواده، دختر خانواده، پسر خانواده، مأمور، نظامی، حکومتی، دانشگاهی، روحانی. در یکی از ضیافت‌ها در غزنی یک آدم با اخلاصی مجلس داشت، بعد گفت که من ورزشگاهی درست کردم، بعد و یک روحانی گفتم آقا بیا این ورزشگاه را با تلاوت قرآن، با آیات قرآن افتتاح بکن. بعد گفت که در قرآن نیامده بحث ورزش. گفتم مگه میشه؟ رفتم روحانی دیگر رو پیدا کردم، گفتم آقا ببین در قرآن بحث ورزش آمده نیامده؟ بعد گفت آیات زیاده رو پیدا کرد. حضرت موسی در اون جریانی که دختران شعیب آمدن گوسفندانشان آب بدن، حضرت موسی اونجا بود. بعد قرآن میفرماید وقتی گزارش دادن به پدرشان که گوسفندا زود آب خورده بود، گفت کی این کارو به شما کرد، چرا زود آمدین؟ گفت یک مردی لقوی امین، خیلی قوی بود، خیلی امانت دار بود. صحبت کرد، گفت آقا بعد ما این ورزشگاه را خلاصه با تلاوت قرآن آغاز کردیم و اونجا اعلام کردیم که از مثلا حوزه های علمیه هر تعداد دانشجو برای ورزش بیایه، ما اینجا خدمت شما بشه، در خدمتشان هستیم. باید معاشرت زیبا باشه، با سختی، با خشم، با غلظت که کار پیش نمیره. اینکه لعلا خلق عظیم، اینطوری نیست که بگیم آقای طبع ما نیست. اینا رو باید پیدا کنی، اینا رو باید رعایت بکنی. فرمود معاشرتون جمیله، با مردم زیبا برخورد بکنی. دو مقوله دوم فرمود وسعتن به تقدیر، به اندازه ای که دستت میرسه. حالا نمیشه آدم همه آسودگی ها رو برای زن و بچهش فراهم بکنه، هر مقدار داری.
فرمود گشاده دستی. خیلی وقتا میبینیم دختر خانواده خلاصه واقعا به مشکل برخورده، زن خانواده، فرزند خانواده، گاهی خودکشی میشه، گاهی بدتر از اینا میشه، فرار میشه، چه خبر زخمگیری ها؟ فرمود که نه، گشاده دستی بکن اما به اندازه. مردم بفهمه، خانواده بفهمه که این آدم آدم دلسوزی است. سومیش حضرت فرمود غیرت ناموسی، فرمود و غیرت به تحسنیم. بله، زمینه عفت و پاکی را باید فراهم بکنیم، اما باز هم با تربیت. ما طرفدار اون آزادی هایی که عزت مردم ما را، عزت جامعه اسلامی را به خطر بیندازه نیستیم. همون زمان ها هم از همین آدرس، از همین منبع همیشه سربلند و با افتخار شعار دادیم ما طرفدار آزادی به معنای واقعی هستیم. انشالله اون آقایی که شما منتظرش هستیم وقتی ظهور میکنه، یک زن از این طرف دنیا و اون طرف دنیا برود، کسی مزاحمش نیست. امروز هم باید این زمینه را فراهم بکنیم، نه اینی که با سختگیری، با خلاصه محروم کردن از یک مسیری دیگر فشار غیر قابل تحمل را بر جامعه وارد کنیم. خدایا ما را بیش از پیش با معارف قرآن و اهل بیت آشنا بگردان. عزت و خدایا برکت نصیب و روزی ملت و جامعه ما بفرما. امنیت کامل خدایا نصیب جهان اسلام، ملت و دولت افغانستان بفرما. عزیزانی که با حضورشان همه عرصه های اجتماعی اعتقادی نماز با عظمت جمعه را خدایا یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. برج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.